به گزارش رسانه ها شورای اتحادیه ای اروپا با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان جمعبندی درباره ایران نظرات اتحادیه ای اروپا را درباره چالش های موجود میان ایران و اروپا مطرح کرد در این بیانیه دوازده بندی شورای اتحادیه اروپا با اعلام حمایت از توافق هسته برجام آن را گامی مؤثر در راستای جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته و نتیجه دیپلماسی چند جانبه دانست و از تداوم پایبندی ایران به اجرای مؤثر و کامل تعهدات مرتبط هستهای خود استقبال و رفع تحریمها را از جمله های اساسی برجام دانسته و عمیقا از اقدام آمریکا برای خروج از برجام و اعمال مجدد تحریمها ابراز تعصب کرده است این شورا از تنش های فضاینده منطقه و نقش ایران در آنها از جمله ارائه کمک های نظامی، مالی و سیاسی در کشورهایی مانند سوریه، یمن و لبنان ابراز نگرانی می کند. هرچند اتحادیه اروپا متعهد است، گفتگوها به رهبری این اتحادیه با ایران را با هدف تداوم بخشیدن به نتایج ملموس و تقویت فضایی بهتر در منطقه ادامه دهد. این اتحادیه همچنین از حمایت علنی ایران از گفتگوهای صلح یمن در سوئد استقبال کرده است. شورای اروپا همچنین از فعالیت های موشک های بالستیک ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آن شده که ایران این فعالیت ها به ویژه پرتاب موشک هایی که با قطنامه 2231 شورای امنیت مقایرت دارند خودداری کند. این شورا تلاش ایران برای افزایش برد و دقت موشک های خود و همچنین افزایش شمار آزمایش ها و پرتاب های عملیاتی خود را باعث افسایش ایش بیاعتمادی و موجب بیثباتی در منطقه دانسته است در مورد فعالیت های چند ماه اخیر ایران در خاک اروپا نیست که اتهام تروریستی و خسمانه به خود گرفته این اتحادیه ابراز نگرانی کرده است و در همین راستا تصمیم گرفته دو فرد و یک سازمان را در فهرست تحریم خود قرار دهد این شورا همچنین از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است شورای اروپا همچنین خواستار آن شده که ایران طبق تعهداتش در برنامه پیوستن به کنوانسیون مقابله با پولشویی و تروریسم قوانین لازم را تصویب و اجرا کند بیانیه شورای اتحادیه اروپا در مقایسه با گذشته لحن انتقادی تری به خود گرفته که صدور آن در آستانه برگزاری کنفرانس لهستان از جنبه سیاسی و تبلیغاتی برای ایران عامل مناسبی به شمار نمی رود. با انتشار اطلاعیه اتحادیه اروپا در خصوص آغاز اجرایی شدن سازوکار مالی جایگزین برای تحریم های ایالات متحده علیه ایران واکنش ها در ایران همچنان ادامه دارد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه با اشاره به تاخیر اتحادیه اروپا در معرفی سازوکار اجرایی مالی بین ایران و اروپا، گذاشتن شرط توسط طرفهای اروپایی برای پذیرش اجرای سازوکار مالی را تحقیرآمیز خوانده و تاکید کرده است. ایران از تامین دارو و غذا ناتوان نیست که مجبور باشد برای تأمین غذا و دارو به اجبار به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ملحق شود. وی همچنین تاکید کرده است ایران ناتوان نیست که برای دارو و غذا مجبور باشد بر سر برنامه موشکی خود مذاکره کند این اظهارات در حالی عنوان می شود که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفته است اتحادیه اروپا شرطی برای اجرای ساز و کار مالی بین ایران و اروپا تعیین نکرده است وی همچنین با انتقاد از تأخیر اروپا در معرفی این سازوکار تاکید کرده است اروپایی ها برای اجرای سازوکار مالی شرطی تعیین نکردند بلکه توصیه کردند برای اینکه ایران بتواند از امکان تبادلات خارجی و بانکی بهره مند شود بهتر است قوانین لازم را برای لوایح کنوانسیون مقابله با پولشویی و تروریسم تصویب و اجرا کند وی افزود اجرای این ساز و کار مالی بیش از ایران برای اروپا اهمیت دارد تا آنها بتوانند به دنیا نشان دهند در زمینه برنامه ریزی مالی و اقتصادی دارای استقلال رأی و عملکرد مستقل از آمریکا هستند و می توانند منافع خود را پیگیری کنند. او اقدام اروپا را اقدام سیاسی خوبی توصیف کرد و با اشاره به اینکه این اقدام هنوز اجرایی نشده اظهار داشت باید منتظر عملیاتی شدن این سازوکار ماند. زریف ماند. ظریف افزود این سازوکار با اقلام تحریمی و 28 کشور عضو اتحادیه اروپا آغاز می شود اما در عین حال او تاکید کرد این اقدام محدود به این اقلام و اتحادیه اروپا خواهد شد ظریف همچنین در دفاع از سازوکار مالی و بانکی اروپا تاکید کرد دولت موظف است از اقداماتی که منجر به کاهش هزینه های مردم می شود استقبال کند وی افزود دولت نباید برای مردم هزینه ایجاد کند در عین حال حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن نیز انواع محصولات کشاورزی مانند سویا و ذرت انواع محصولات غذایی میوه و سبزیجات سموم کشاورزی کود و بذرهای گیاهی غذای دام شیر خشک و مواد اولیه، مواد اولیه دارویی، انواع داروهای عمومی و داروهای بیماریهای خاص، انواع تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، جراحی، دستگاههای رادیوتراپی و پرتودرمانی، انواع واکسنهای انسانی و دامی را از جمله مواردی دانست که در سازوکار مالی و تجاری اروپا تأمین آنها تضمین شده و در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. برخی از تحلیلگران محدودیت اجرای سازوکار مالی و بانکی اروپا در خصوص اقلام و موارد غیر تحریمی را مهمترین نقص این سازوکار میدانند و, می و تاکید دارند گرچه تحریم های آمریکا خلاف ادعاهایش در زمینه دارو، کشاورزی و غذا هم برای ایران محدودیت ایجاد کرده و ایران قادر به استفاده از این امکانات نیست اما اینکه اروپا مشکلات تجاری و بانکی ایران در زمینه دارو، کشاورزی و غذایی را مرتفع کند، بحران و مشکلات اقتصادی را در ایران تعدیل نخواهد کرد و مشکلات عمده اقتصادی که پیش بینی می شود با آغاز سال جدید شدت خواهد یافت، به جای خود باقی خواهد بود. با وجود تاکید کارشناسان بر اینکه سازوکار مالی بین ایران و اروپا قادر به رفع و تعدیل بخش عمده مشکلات ناشی از تحریم ایران نیست، اما در دو روز نخست اجرای این سازوکار، بازار با واکنش مثبت نسبت به این اقدام اروپا، کاهش قابل توجهی را در زمینه ارز و طلا تجربه کرده است. به نظر می رسد. دولت با تشدید مداخله در بازار تلاش می کند تا با بازی با بازار زمینه تعادل نسبی و روانی بازار را به منظور تأمین حداقل ثبات در بازار ایجاد کند تا افزایش غیرقابل اجتناب آتی در زمینه ارز طلا و کالا در یک وضعیت ثبات یافته نسبی به اقتصاد تحمیل شود و اندکی از بار آن کاسته شود کارشناسان اقتصادی نیز تاثیر روانی اقدام اروپا بر اقتصاد و بازار ایران را بیش از تاثیر فیزیکی آن بر اقتصاد ارزیابی می کنند و تاکید دارند این اقدام مردم و بازار را نسبت به روی کرده مثبت دولت و جامعه بین المللی خوشبین و امیدوار کرده است. وزیر راه و شهرسازی جدید دولت دوم روحانی که سابقه طولانی حضور در وزارت دفاع دارد و پس از استعفای آخوندی بر مسند وزارت نشست در گفتگوی با روزنامه شرق از حضور نظامیان در اقتصاد دفاع کرد و آن را امری قانونی و متداول در بسیاری از کشورها برشمرد وی در این مصاحبه گفت که در مدت باقی مانده از دولت کنونی برنامه های مهم و ویژه‌ای برای بهره و تحویل 500 هزار مسکن مهر باقیمانده دارد در حالی که 400 هزار واحد مسکونی هم در دست احداث دارد او افسود این 900 هزار واحد را به عنوان برنامه وزارت راه و شهرسازی تا افق 1400 در نظر گرفتیم اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا پروژه مسکن مهر پردیس به قرارگاه خاتم الانبیا سپرده شده است ضمن رد این موضوع اعلام کرد پروژه پردیس به هر شهر جدید دیگری احتیاج به اتوبان ها جاده ها و خیابانهایش دارد که ساخته شود شهر پردیس با قرارگاه خاتم قراردادی منعقد نموده که این طرح باید به سرعت و جهادی انجام شود که مردم بتوانند خیلی زود از خانه هایشان استفاده کنند اسلامی با رد این موضوع که پشتوانه من در وزارت دفاع سبب شده تا پروژه را در اختیار یک نهاد وابسته به یک بخش نظامی بدهم هم افسود همه جای دنیا اینطور است از آمریکا گرفته که پیشرفته ترین کشور است و یا حتی کشور چین دولت ها همیشه زمانی که میخواهند کاری عظیم را به سرعت انجام دهند از ظرفیت مهندسی نیروی مسلحشان به عنوان پتانسیل بهره میبرند اسلامی با عنوان این مطلب که طبق قانون اساسی و ضوابط قانونهای دائمی کشور این تکلیف نیروهای مسلح است که به دولت کمک کنند آنچنان که دولتهای دیگر هم از این ظرفیت بهره جستند گفت این گونه نیست که اینها از ما پول بخواهند تا کاری را انجام دهند کار می کنند و پس از ساخت و بهره برداری از منابع آن برمیدارند. اسلامی در ادامه به نکته مهم و ممتاز وزارت دفاع اشاره کرد و گفت باور به توانستان در آن بسیار قوی است و وزارت دفاع ظرفیتش هم ظرفیت علمی، مهندسی و تکنولوژی است و این پشتوانه بسیار بزرگی برای کشور است. اسلامی در پایان به تجمع کامیونداران در سال گذشته میلادی پرداخت و گفت دو موضوع مهم در پشت این تجمعات وجود دارد. نخستین که مشکلاتی که واقعا کامیونداران را آزار میداد که در رسیدگی به آن کوتاهی شده بود و باید برطرف میشد اما مورد دوم کوشش هایی بود که ضد انقلاب انجام داد آنها هر لحظه در پی آن هستند که برای جامعه مشکل آفرینی کنند و برایشان خیلی اهمیت داشت که بتوانند حمل و نقل ایران را فلش کنند و هنوز هم به دنبال فتنه اند و همچنان می بینیم که حرکت هایی انجام میدهند ولی ناکام ماندند و خواهند ماند کامیونداران مشکل لاستیک داشتند که از جاهای مختلف وارد کردیم تا مشکلشان برطرف شد. آقای اسلامی وزیر راه دولت روحانی به این موضوع توجه نکرده است که در کشورهایی مثل آمریکا نظامیان مانند ایران به دنبال تصاحب سمتهای سیاسی نیستند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان به گفتگو نشست. رئیس مجلس در این گفتگو به مباحث مختلفی به خصوص سیاست خارجی پرداخت و مدعی شد که ایران در سوریه پایگاهی ندارد و روابط این کشور و روسیه نیز راهبردی است. لاریجانی در آغاز مصاحبه خود به موضوع تلاش برای ایجاد یک خاور میانه جدید پرداخت و ضمن اینکه بر این باور بود که خاور میانه جدید تلاشی بود از جانب دشمنان ایران افزود البته دیدید که آمریکاییها با چه شرمندگی به عراق آمدند و با چه فساحت و بدبختی رفتند لاریجانی در ادامه به روابط ایران و عربستان سعودی اشاره کرد و ضمن اینکه اعلام کرد پس از پیروزی انقلاب اسلامی سعودی ها مسیر را به اشتباه رفتند افزود سعودی ها یک بار هم به اتفاق امارات در کشور افغانستان طالبان را به وجود آوردند که آمریکا و انگلیس هم از آنها حمایت کردند هرچند به ظاهر برای مدتی روابط ایران و عربستان حسن شد اما پشت پرده چیز دیگری بود و کارهایی که آنها انجام میدادند برخلاف میل رژیم ایران بود حتی برای مدتی ایران با آنها مذاکره کرد اما آنها همیشه مسائلی را به وجود می آوردند که حساسیت ایجاد می کرد که البته خود آنها به دو اشتباه خود از آن داشتند یکی در خلق طالبان و دیگری جنگ صدام علیه ایران که چهل میلیارد دلار به صدام کمک کرد علی لاریجانی ضمن اینکه اشاره کرد به اینکه ایران در سوریه پایگاهی ندارد گفت ایران به فلسطین، حماس یا جهاد اسلامی هم کمک می کند اما ما پایگاه نداریم تا وقتی هم که دولت سوریه به کمک نیاز داشته باشد به آنها کمک می کنیم. رئیس مجلس ایران در ادامه گفتگوی خود با میادین در خصوص روابط ایران و روسیه ضمن اینکه سطح روابط ایران را با این کشور بیشتر از یک رابطه تاکتیکی دانست تصریح کرد ما با روزها روابط راهبردی داریم و آنها در منطقه با ایران به این نتیجه رسیدند که باید به اهداف استراتژیک خود برسند. لاریجانی تهدیدهای نظامی آمریکا را بیعقلی دانست و گفت آنها مختصر عقلی دارند که پاروی مین نگذارند تا ویلچری نشوند. آمریکا بداند که ایران حریف سختی است و با یک حریف سخت نباید درگیر شد. لاریجانی در پایان به موضوع برجام اشاره کرد و گفت ما برای پیشروی خود راه های گوناگونی در مقابل خود داریم و با اقتضای شرایط سناریوهای مختلفی را بررسی می کنیم. ما بعضی از اقداماتی که انجام می دهیم رسانه ای نمی کنیم و اکنون نمی خواهم این مسئله را باز کنم اما روی آن فکر کرده ایم علی لاریجانی در تحلیل مسائل منطقه در مورد اقدامات تندروهایی که سفارت عربستان را اشغال کردند و نیز شعارهای تند و رادیکال که در کار تخریب روابط ایران و کشورهای منطقه بودند سکوت کرده و آنها را نادیده گرفته است. روز گذشته گروه لیما که در سال 2017 از سوی 11 کشور آمریکای لاتین و کانادا با عنوان یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای بحران ونزوئلا تشکیل شد در نشست روز دوشنبه خود در اتاوا پایتخت کانادا با انتشار ای خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا را با عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند و از جامعه جهانی خواستند روابط تجاری خود را با کاراکاس قطع کنند. در این بیانیه که کانادا، آرژانتین، برزیل، شیلی، کاستاریکا، گواتمالا، هندوراس، پاناما، پاراگوئه پرو و کلمبیا آن را امضا کردند از ارتش ونزوئلا نیز خواسته شده از رئیس جمهوری خودخوانده حمایت کند از طرف دیگر کانادا نیز با اختصاص 50 میلیون دلار برای کمک های بشر دوستانه به مردم ونزوئلا از جمله بیش از 3 میلیون ونزوئلایی که به کشورهای دیگر پناهنده شدهاند خبر داده است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفت مردم ونزوئلا به پس گرفتن آزادی خود خیلی نزدیک شدند. در این میان نیکولاس مادارو رئیس جمهوری ونزوئلا در واکنش به بیانیه مذکور با مسحک خواندن آن تاکید کرد بیانیه اخیر گروه لیما حقیقتا مسحک است من کاملا ایمان دارم که ما در این جدال پیروز می شویم ما در این دوره تاریخی کارتر لیما را شکست خواهیم داد مطمئن هستم که در دیپلماسی و سیاست پیروز خواهیم شد مادرو همچنین خطاب به مردم این کشور اعلام کرد نامه ای با امضای دست کم ده میلیون نفر به کاخ سفید ارسال خواهیم کرد و از دولت آمریکا می خواهیم از دخالت در امور داخلی ونزوئلا خودداری کند در این میان فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا و 13 کشور اروپایی دیگر دوشنبه اعلام کردند که با گذشت مهلت برگزاری انتخابات زود هنگام خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت به رسمیت میشناسند و خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ضمن به رسمیت شناختن مجلس ونزوئلا و رئیس مجلس به عنوان تنها نماینده قانونی کشور همراه با تابار باسکز رئیس جمهوری اوروگوه با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که گروه تازه تأسیسی موسوم به تماس بین المللی متشکل از چند کشور اروپایی و آمریکای لاتین پنج شنبه ی هفته جاری اولین نشست خود را در اوروگوه به منظور بررسی بحران ونزوئلا برگزار می کند. بر اساس بیانیه ی صادره در این خصوص نشست مذکور در سطح وزارتی در پایتخت اوروگوه برگزار می شود. گفتنیست گروه تماس متشکل از کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد و انگلیس و نیز چهار کشور بولیوی، کاستاریکا، اکوادور و اروگوئه در آمریکای لاتین تشکیل شده است. همچنین خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا هشدار نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور مبنی بر احتمال بروز جنگ داخلی را بی اساس دانسته است خوان گوایدو روز دوشنبه طی نطقی در واکنش به اظهارات مادورو گفت احتمال جنگ داخلی در ونزوئلا وجود ندارد این حرف ساخته و پرداخته است وقوع حریق در ساختمانی چند طبقه واقع در پایتخت فرانسه تا کنون هفت کشته بر جای گذاشته است. به گزارش رویترز، سازمان آتشنشانی پاریس از کشته شدن هفت نفر به واسطه ی وقوع حریق در ساختمانی واقع در جنوب غربی این شهر خبر داد. همزمان حدود سی نفر نیز در این حادثه مجروح شدند. احتمال می رود آمار تلفات از این نیز بیشتر شود. علت آغاز آتش سوزی هنوز مشخص نیست. همچنان که بحث میان کاخ سفید و کنگره بر سر لایحه امنیت مرزی بدون توافق نهایی ادامه دارد این هفته پرزیدنت ترامپ بار دیگر از احتمال تعطیلی دولت سخن گفت اگر تا 15 فوریه مهلت تعیین شده کاخ سفید و کنگره نتوانند بر سر این موضوع به توافقی جامع دست یابند آنگاه باز باید شاهد یکی از بی سابقه ترین اتفاقات تاریخی در دولت امریکا باشیم یعنی تعطیلی دوباره دولت در ظرف یک ماه اگرچه برخی از نمایندگان در مجلس سنا نسبت به دستیابی به توافقی در این زمینه خوشبین هستند سناتور شلبی در این باره میگوید این هفته بسیار مهم است احتمال آن وجود دارد که ما بتوانیم در این زمینه شانسی داشته باشیم همزمان وزارت دفاع پنتاگون اعلام کرده که 3750 سرباز تازه نفس این هفته به مرز مکزیک فرستاده شده تا مرزبانان را برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران یاری دهند این سربازان در مأموریت جدید خود وظیفه دارند در حد فاصل مرزی 240 کیلومتر سیم خاردار نصب کنند این ماموریت البته تنها محدود به این اقدام نخواهد بود وزارت دفاع امریکا میگوید تا شهری بر ماه امسال سیستم های کنترل سیار مرزی میان مرز امریکا و مکزیک نصب خواهد شد در سوی دیگر روبرت پالادینو معاون سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا میگوید اگرچه داعش به شکل قابل ملاحظه‌ای در سوریه و عراق شکست خورده اما این گروه هنوز یک خطر بزرگ برای امنیت جهانی است وزارت خارجه امریکا همچنین از کشورهایی که شهروندان آنها در سوریه به داعش پیوستند درخواست کرده اعضای دستگیر شده داعش را به کشورهای خود بازگردانند اما شبکه خبری سی به مناسبت چهارم فوریه زاد روز روزا پارکس در گزارشی به فعالیت های مدنی او پرداخت. روزا پارکس نماد جنبش حقوق مدنی در امریکاست. او در برابر قانون تفکیک نژادی ایستاد و شهرت پارکس به مقاومت او در برابر قانون تبعیض نژادی با این رویداد رقم خورده که او از دادن صندلی اتوبوس خود به یک سفید پوست خودداری کرد در حالی که مطابق قانون سیاهان حق نشستن بر صندلی در جایگاه سفید پوستان را نداشتند رأی که او آغاز کرد در نهایت منجر به تصویب قانون برابری نژادی در امریکا شد همزمان با سال روز این رویداد در سوی دیگر مایک پومپو وزیر امور خارجه امریکا با مسیح علی نجاد از فعالین شناخته شده حقوق زنان در ایران دیدار کرد دیداری که البته منجر به واکنش های موافق و مخالف زیادی در فضای مجازی شد وزارت امور خارجه امریکا در پیامی اعلام کرد آقای پومپ پومپو از خانم علی نجات به خاطر شجاعتش در دفاع از حقوق بشر قدردانی کرد.